عزیزان، در درس قبلی اومدیم یاد گرفتیم چگونگی ایمپورت کردن یا وارد کردن فایل ها رو درون پروژه‌ای که توی ادوبی پریمیر پرو سی سی به وجود آوردیم. اجازه بدید در این درس بیام راجع به ایمپورت کردن سکانس ها از یک پروژه به پروژه دیگه صحبت کنیم. به تبع موقعی که یک سکانس رو میخواهید وارد بکنید در پروژه دیگری، احتیاج دارید به اون فایل هایی که درون اون سکانس استفاده شده و ادوبی پریمیر پرو میاد اتوماتیک به شما اون فایل ها رو هم درون فولدر هاشون بهتون پیشنهاد میده. برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم، یک پروژه قبلا داشتیم به نام First Project. اجازه بدید یک پروژه جدید به وجود بیاریم. توی پروژه جدید بعدن بیایم First Project رو، سکانسش رو درون این پروژه جدید ایمپورت بکنیم. پروژه جدید رو که میخوام به وجود بیارم اسمش رو میذارم Friends. میام دابل کلیک میکنم اینجا تا اینکه این پوشه مدیا رو ایمپورت بکنم. میدونید که اگه بر روی این آیکون بزنم باز میشه این پوشه و بعد پوشه هایی که توش هستن یا بین در حقیقت به جای پوشه استفاده میشه درون ادوبی پریمیر پرو، بین ها رو ببینیم که به تبع عکس هامون اینجا هستن، موزیک هامون اینجا، ویدیو هامون اینجا. اگر به جای که بر روی این آیکون کلیک بکنم، اگر دابل کلیک بکنم بر روی این آیکون، آیکون پوشه، به جایی که باز بشه توی همین پروژکت پین میاد یک ویندوزی که به صورت شناور هست، بهش میگن فلوتینگ ویندوز، برای ما به وجود میاره. نگاه کنید و بعد توی این فلوتینگ ویندوز به تبع ما میتونیم کار براوز کردن یا گشتن به دنبال مدیاهامون رو انجام بدیم. کل این پوشه ایمیجز رو اجازه بدید وارد بکنیم توی تایملاینمون. دیدید که من کلیک کردم، نگه داشتم، حرکت دادم، درگ اند دراپ بهش میگیم و بعد اینجا رهاش میکنم. اتفاقی که میفته این است که تمام عکس هامون رو پشت سر هم قرار میده توی تایملاین. زمان یا دوریشنش رو میتونستم بیام توی ادیت، پرفرنسز، جنرال، در قسمت استیل ایمیج دیفالت دوریشن انتخاب بکنم که چند ثانیه و یا چند فریم باشه. البته تغییر اگر بدید و بعد اوکی بکنید، در این عکسایی که اینجا توی تایملاین هستن تغییری به وجود نمیاد، به دلیل اینکه خب به تبع شما قبل از اینکه تغییر بدید اینجا واردشون کردید. اگر میخواید تغییرات انجام بشه بایستی پاکشون بکنید و بعد پس از تغییر دادن اونجا و اوکی کردن دو مرتبه فولدر ایمیجز رو بیایید وارد بکنید توی سکانستون و بعد به تبع اون دوریشن جدید یا اون زمانی رو که براش در نظر گرفتید رو میاد اعمال میکنه و به اون زمان توی تایملاین قرارشون میده. سکانسی رو که به وجود آورد اسمش رو گذاشت ایمیجز، به دلیل اینکه اسم اون فولدره یا اون بینه بود ایمیجز، و بعد سکانس رو اومد زیر این فولدر ایمیجز قرار داد. در حقیقت درون فولدر مدیا قرارش داد، در کنار بقیه فولدرها. اینجا میبینید که توی فولدر مدیا هست. اگر من بخوام بیرون از فولدر مدیا بیارمش، میتونم کلیک کنم، نگه دارم، حرکت بدم، بیرون رهاش کنم. الان بیرون از فولدر مدیا هست، ولی به تپ لینک شده به تمام اون عکسایی که الان این تو هستند و میشناسه که اصلا این عکس ها لینکشون به چه شکل هست و درون مدیا هست. اگه بخوام اسمش رو تغییر بدم، اول انتخابش میکنم، بعد یک کلیک دیگه میکنم، به اجازه میده که اسمش رو تغییر بدم. اجازه بدید اسمش رو بذارم فرنس و بعد میبینید که اسم تغییر کرد. خب بذارید یه موزیک براش انتخاب بکنیم. در پوشه موزیک هامون بذارید به صورت آیکون ویو ببینیم. در پوشه موزیک هامون من دو تا موزیک فرانسوی براتون در نظر گرفتم از خواننده بسیار محبوبم به نام ایدیث پیف که آهنگ اولش هست لفول یا The Crowd، به فارسی میشه جمعیت. برای اینکه بتونم گوش بدم این موزیک رو قبل از اینکه بیارم تو تایملاین قرارش بدم، میدونید که میتونم دابل کلیک کنم روش رو برم توی سورس مانیتورمون گوش بدم، یا اینکه خب ساده ترش این است که همینجا که انتخاب شده بر روی سپیس بزنم و شروع میکنم به پخش شدن موزیکش. یه بار دیگه که میزنم پاز میشه. اگه بخوام جلوتر فست فورورد بکنم میتونم بیام اینجا کلیک کنم،
حرکت بدم و بعد بزنم بر روی سپیس. Et le flow sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farce. به مرتبه زدم بر روی سپیس تا اینکه پاز بشه. دوریشن یا اون زمانش رو اگه توجه بکنید 3 دقیقه و 22 ثانیه هست. اینجا ما حدود چیزی حدود 2 دقیقه عکسامون هستند. این آهنگ بعدیمون 2 دقیقه و 23 ثانیه هست. شاید این مقدار از نظر زمانی نزدیکتر باشه به این زمان. در نتیجه اجازه بدید انتخابش بکنم. از همون خواننده هست. اسم این آهنگ هست No je ne regrette rien، یعنی I don't regret anything. به فارسی میشه که پشیمون نیستم از چیزی. میزنم بر روی سپیس. زیباست. برای اینکه بتونم ازش استفاده بکنم کلیک میکنم، نگه میدارم، حرکت میدم، drag and drop میارم تو قسمت آدیو. دیدید که با حرکت دادن میتونستم انتخاب بکنم از کدوم عکس شروع بشه. میبینید به تب تغییر مسیر میدم، میام چپ، میام اول اون سکانس رهاش میکنم. اجازه بدید این رو ببندم، این رو هم ببندم. خب این عکس رو که من در موزه لوور گرفتم در بخش ایران، یک وان حمام بود که در زمان خیلی قدیم ایرانی استفاده میکردم و برام خیلی جالب بود که ما در زمان گذشته از وان استفاده میکردیم، ولی من نمیدونستم. اومدم ازش عکس گرفتم. خب اینجا این مقدار متناسب نیست با این آهنگ، در نتیجه اجازه بدید انتخابش میکنم. همینجوری که دیدید سلکتش کردم، بر روی دیلیت میزنم. این عکس فقط از توی تایملاین الان پاک شد، در حقیقت از توی پروژکت پینمون از بین نمیره، همچنان هست اینجا. برای اینکه دابل کلیک بکنم ولی فلوتینگ ویندوز باز نشه، کنترل رو نگه میدارم و دابل کلیک میکنم و بعد میرم توی ایمیجز. اینجا میام میگم که آیکون ویو بکنه. میبینید که عکس اینجا همچنان هستش. خب برای اینکه جای خالیش صفحه روی تلویزیون ما سیاه نشه، میام اینجا دست راست کلیک میکنم، میگم ریپل دیلیت، جای خالی دیلیت رو پر میکنه، عکس ها رو میکشه سمت چپ و پر میکنه. پلی میکنم به توسط فشار دادن بر روی سپیس. خب میبینید که عکس خیلی زیبایی از دیزنی لند پاریس هست که فرانسوی ها بهش میگن پاری، به جای پاریس است رو استفاده نمی کنن و بسیار شهر زیبایی است. امیدوارم که همه بتونید حداقل یک بار بریم ببینید این شهر بسیار زیبا رو. فرض بگیرید که ما حالا یه سکانس به وجود آوردیم و اجازه بدید من برم یه لول بالاتر از ایمیجز، در حقیقت برم تو مدیا. اینجا رو کلیک میکنم، میبینید که یه لول رفتم بالاتر. اجازه بدید که لیست ویوش کنم، باز یه لول دیگه میخوام برم بالاتر. میام اینجا کلیک میکنم دو مرتبه، میرم یه لول بالاتر. حالا میبینیم که سکانس فرانسه دیده میشه. حالا فرض کنید سکانس دیگری رو که داشتیم توی اون پروژه قبلیمون رو میخوام وارد بکنیم. خب دابل کلیک میکنم اینجا یا اینکه کنترل آی و بعد میام توی پریمیر پرو سی سی فولدری که درست کرده بودیم، فرست پروژکت رو انتخاب میکنم. حواستون است پروژکت رو دارم انتخاب میکنم و بعد میگم اوپن. اتفاقی که میفته این است که از من میپرسه که کل پروژه رو میخوای وارد کنی؟ به تب نمیخوام این کار رو انجام بدم. میگم که نه، فقط سکانس هایی رو که انتخابشون میکنم، سلکتد سکونسز رو میخوام ایمپورت کنم. بعد میگه میخوای که آیتم ها و اون فایل هایی که توش هستن رو میخوای به صورت یه فولدر جداگونه سیو بکنی اینجا. اگه دوست داری انتخابش کن، برام فرق نمیکنه، در نتیجه انتخاب نمیکنم. میگه که اجازه میخوای بدی که اگر همون مدیاها
هستند داپلیکیت بشن، دوبله بیان ایمپورت بشن. اگه اجازه میدی اینجا رو انتخاب کن. نمیخوام اجازه بدم، در نتیجه انتخابش نمیکنم و بعد میگم اوکی. پس دیدید فقط پایینر انتخاب کردم که بین سکانس ها بتونم یکیش رو انتخاب کنم. البته ما یه دونه سکانس بیشتر اونجا نداریم. میزنم اوکی. سعی میکنه به Dynamic Link Server کانکت بشه. بله میبینید که سکانس دانمارک رو داریم و بعد من میگم اوکی. خب سکانس دانمارک هم برای ما اضافه شد، ولی اینجا میبینید که باز نشده. کافیه دابل کلیک کنم بر روش تا اینکه سکانس دانمارک هم بیاد توی تایملاین باز بشه. الان دو تا سکانس داریم. کافیه دیدی که انتخاب بکنم، کلیک کنم، میتونم بیام سکانس فرانسه رو انتخاب بکنم و اینکه سکانس دانمارک رو انتخاب کنم. حتی میتونم ببندمشون. ببینید اگه ضرب در رو بزنم بسته میشه. الان فقط دانمارک رو دارم، سکانس دانمارک رو دارم. درست؟ خب الان سیوش میکنم. کنترل S. تو این پروژه الان دو تا سکانس داریم و به تب فایل هایی که در این دو تا استفاده میشند. چون فایل های که استفاده میشند رو اینجا درون مدیا داشتیم، در نتیجه نیومد داپلیکیت بکنه، چون انتخاب نکرده بودیم داپلیکیت رو. همون فایل ها رو اومد استفاده کرد و میبینید که قابل اجرا هم هست. حالا اجازه بدید بریم فایل، بگیم Open Project. این بار بگیم First Project رو باز کن. چه اتفاق میفته؟ این پروژه بسته میشه، اون یکی پروژه باز میشه. خب الان ما توی این پروژه هستیم که یه سکانس بیشتر نداره، دو تا فایل هم بیشتر توش نیست. حالا اجازه بدید ایمپورت بکنیم اون یکی پروژه رو. حتما حد زدید که ما چون توی پروژه فرانسه دو تا سکانس داریم، در نتیجه به ما اعلام میکنه که اینجا به تب من میام انتخاب میکنم که سکانس هایی رو که بایستی انتخاب کنم، اوکی میکنم. در نتیجه به ما دو تا سکانس رو معرفی میکنه و اجازه میده که بینشون انتخاب کنیم که کدام یکی رو وارد این یکی پروژه‌مون بکنیم. دیدی؟ حالا اگه من بخوام فقط سکانس فرانسه رو وارد بکنم، انتخابش میکنم، میگم اوکی. مدیا رو هم دیدید که فولدرش رو به من نشون داد و به تب چون توی فرانسه من از مدیاهای استفاده میکنم که درون این پروژه قبلا وجود نداشت، درجه اومد عکس ها رو وارد کرد. اون موزیکی رو هم که استفاده می کردیم رو به تنهایی اومد وارد کرد. پس به این صورت من میتونم از سکانس های دیگری استفاده بکنم و ایمپورتشون بکنم، به علاوه این که مدیا هایی که توشون لینک شده رو هم میاره به صورت اوتوماتیک ایمپورت میکنه. حالا روش دیگه استفاده کردن از مدیا براوزر هست. اگر بیام توی مدیا براوزر و بعد بگم که توی این پوشه میتونم بیام فرانسه رو انتخاب بکنم. پس از اینکه انتخابش کردم، همونجوری که میدونید سعی میکنه به Dynamic Link Server وصل بشه و میبینید که همه اون پوشه ها و سکانس ها رو برای ما داره. حتی توی ایمیجز اگه نگاه کنیم میبینیم که همه رو به ما نشون داده. دیگه براش مهم نیست که حتما اون فایل ها استفاده شده باشه در فرانسه یا نه، چون توی فرانسه این پوشه ها وجود دارند، نه در سکوئنسشون. در کل اون پروژه فرانسه این پوشه ها وجود دارند با این فایل ها. همه رو میاد به ما لیست میکنه و به تب هر کدوم رو که بخوایم ایمپورت بکنیم، کافی است که دست راست روش کلیک کنیم و بگیم ایمپورت. به تب میدونید که اون ایمپورت میشه توی این پروژه‌مون. یه مقدار که کار کنید باهاش متوجه میشید که اصلا چگونه عمل میکنه. امیدوارم این درس هم به درتون خورده باشه.